چیزی که اتفاق مهمی که افتاده در ایران این ماجرای برخورد شنیع و زشت دستگاه وزارت اطلاعات و دستگاه سرکوبگر با تظاهر کنندگانی که دنبال حقوق صنفی هستن، یعنی کارگران شرکت واحد. ببینید آقای میبودی، از مدتی قبل سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی، رانندگان شرکت واحد که البته حکومت سندیکا رو به رسمیت نمیشناسه، بنیانگذاران اون مثل آقای اوساندو رو 5 سال در زندان کرد، شکنجه کرد، یا فعالین اونها مثل آقای شهابی و دیگران رو به زندان فرستاد برای اینکه حکومت تشکل‌های دستنشانده خودش یعنی شوراهای اسلامی کار رو فقط به رسمیت میشناسه. ولی این علارغم فشارها، سندیکای آزاد کارگران شرکت واحد یه چیزی مثل اون اتحادیه همبستگی لخوالسا و اتحادیه آزاد کارگران لهستان در مقابل حکومت کمونیستی، این سندیکا علارغم همه فشارها در این سالیان روی پای خودش ایستاده و اتحاد خوبی رو بین کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ایجاد کرده. این سندیکا دعوت کرده بود که دیروز یک شنبه جلوی شهرداری تجمع مسالمت آمیزی داشته باشن، برای اینکه شرکت واحد به هر حال تابع شهرداری تهرانه و برای مسکن کارگران، برای اینکه از مدت ها قبل پول گرفتن، یه عده مسکنشون حاضر نیست، یک عده کمک هایی رو که قرار بوده بده شرکت واحد نداده و به هر حال فشار معیشت و به قول پلاکارد کارگران سهم ما از زندگی فعلا دود خوردن تو خیابونه ولی سهم مسکنمون صفره در واقع. اما متاسفانه دیروز با خشونت نیروهای سرکوبگر مواجه شدن، دو طرف خیابون بهش رو بستن، کتک زدن کارگرا رو، باز هم مسالمت آمیز حرکت کردن، اومدن رفتن تو خیابون خیام، اونجا هم هجوم بردن، کتک زدن، عکسای کتک خورده تن و بدنهای کبود کارگرا روی شبکه‌های اجتماعی هست، حتی رفتن جای سوم پارک سوار توی خیابان سپه، اونجا هم بهشون حمله کردن، 16 نفر رو دستگیر کردن و به همین دلیل کار بسیار هوشمندانه ای سندیکای کارگران و کارکنان شرکت واحد کرد. امروز دوشنبه دعوت کرد که اتوبوس ها رانندگان در تمام سطح شهر به نشانه اعتراض به سرکوب خشن کارگران چراغ‌های اتوبوس ها رو روشن کنن، سرعتشون رو بیارن پایین تا 30 کیلومتر. این باعث شد که در سطح شهر اتوبوس ها به خصوص توی این مسیرهای ویژه به صورت خط زنجیر و قطاری آروم حرکت کردن، چراغ‌های روشن، مردم هم همه فهمیدن، بسیاری از بچه‌های فعال تو شبکه‌های اجتماعی هم اطلاع رسانی کردن، دعوت کردن از اینکه مردم از راننده ها بپرسن، بدانند تنها نیستن کارگران زحمت کش، ما مردم پشتشونن. به نظرم بسیار بسیار اکسیون موفقی بود، اکسیونی که آدم رو یاد کارگران معدنچی شیلی میندازه که وقتی کارگران در شیلی معادن مس میخواستن تجمع بکنن، دیدن پلیس پینوشه سنگین ایستاده و ارتش میخواد سرکوبشون کنه، اونجا درگیر نشدن در معادن مس، برعکس اومدن دعوت کردن در یه فاصله کوتاهی همه مردم رو که سرعتشون رو بیارن پایین و با 30 کیلومتر یا 35 کیلومتر در همه شهرها حرکت کنند. و جالب بود که این رهبری اتحادیه کارگری معدنچیان شیلی رو مردم قبول کردن، همه مردم شیلی دنبال کردن و تبدیل شد در شیلی به هفته یک بار این کار رو میکردن، هر هفته یک بار همه شیلی، حتی سرعت کار در ادارات، سرعت کار در کف خیابون و رانندگی رو کاهش میدادن، خیلی جا اصلا ترافیک رو مردم متوقف میکردن. این و البته شب هم رایج شد، آنچنان که فرهنگ آمریکایی لاتین هست به اصطلاح پاتس اند پنز
قابلمه و بادیه شروع کردن به کوبیدن توی خونه ها، رقص و پایکوبی، و این اکسیون اعتراضی در شیلی هفته یک بار شد، سراسری شد، گرفت و بسیج عمومی رو به رهبری اتحادیه کارگری شکل داد که عملا نهایتا پینوشه رو وادار به عقب نشینی کرد. البته در دو مرحله، یک مرحله رفراندوم گذاشت، شکست خورد از ریاست جمهوری رفت، و مرحله دوم از ریاست ستاد ارتش هم رفت. من منظورم این است که کارگران شرکت واحد واقعا بعد به سندیکاشون تبریک گفت برای این اکسیون موفقشون، و به نظرم پشتیبانی مردم از کاری که کارگران شرکت واحد کردن بسیار بسیار لازمه، به خصوص اینکه آقای میبودی در سراسر کشور واقعا روزی نیست که 2 تا 3 تا 5 تا 10 تا خبر کارگری ما نداشته باشیم از سراسر کشور که کارگران یا اخراج شدن یا کارخونه تعطیل شده، بیکار شدن، یا حقوقشون رو 3 ماه 4 ماه 8 ماه 12 ماه ندادن، و اکثرا هم با سرکوب برخورد و خشونت مواجه میشن. به نظرم الان که در آستانه 16 آذر روز دانشجو قرار داریم، فردا روز دانشجو، واقعا جا داره که دانشجویان هم مهمترین مسئله رو اختصاص بدن به پشتیبانی از کارگران، معلمان و مزدبگیران ثابت و بیکاران کشور، که در مملکتی که فسادهای میلیاردی هست، زحمتکش و اخشار فقیر جامعه ما یا بیکارن یا اگر هم حقوق میگیرن حقوقهای ناچیز، 800 هزار تومان حداقل دستمزدی که مملکتی که خط فقرش 3.5 میلیون تومان دست کم در ماه. تشکر میکنم، ممنونم. اما همینم اتفاقی در ایتالیا افتاد، یعنی نخست وزیری که در واقع پیام آور ضوابط اتحادیه اروپا شکست خورد در مواجهه با خواست مردم، و خود شکست او باعث خوشحالی و شادمانی گروه های دست راست افراطی در سراسر اروپا شد، کسانی که دشمن اتحادیه اروپا هستند. و الان بسیاری از بانک‌ها در خود ایتالیا در آستانه ریزشن، وضعیت اقتصادی فجیع توصیف شده، ممکن اتحادیه اروپا ناچار بشه دوباره دست به کار بشه، ده ها میلیارد دلار کنار بگذاره، بلکه بتونن ایتالیا رو سر پا نگه دارن. اجازه بدید که از روزنامه‌نگار ایرانی ایتالیایی بپرسیم در ایتالیا چه خبره، چون به شکلی همه اینها مربوط به ما میشه. جالب، امروز اعلام شد که بعد از برجام 60 هیئت نمایندگی از سراسر جهان به ویژه از کشورهای غربی آمدن به ایران، خوردن و خوابیدن، $1 حاضر نشدن تو ایران سرمایه گذاری کنن. از زمان برجام تا به امروز یکی از گروه هایی که خیلی فعال بوده، هیئت هایی که خیلی فعال بودن، ایتالیا، هیئت های ایتالیایی بودن که چندین نوبت هم به ایران سفر کردن، یک بار که صدها تن از سرمایه گذاران، بانکداران، نمیدونم مدیران صنایع اون مملکت به همراه مقامات دولتی راهی ایران. آقای دکتر احمد رفعت، سرابا گوشین. بله، من از این صحبت آخر شما شروع میکنم. بله، یک چندین هیئت بزرگ ایتالیایی به جز هیئت های کوچیک سال وابسته به این شرکت یا اون نهاد اقتصادی به ایران رفتن، بزرگترین 400 نفر رو شامل میشده، صحبت های بسیاری کردن، حتی در زمان سفر آقای روحانی به ایتالیا، که آقای روحانی در اولین سفری که به اروپا داشتند ایتالیا رو انتخاب کردن، همچنان که آقای خاتمی هم قبل از ایشون اولین سفرش به ایتالیا بود، و همچنین آقای احمدی نژاد، البته ایشون مهمون سازمان ملل بودن، نه دولت ایتالیا، دولت ایتالیا حاضر به گفتگو و پذیرفتن ایشون نشد. در ایتالیا رفراندومی که برقرار شد و نتیجه 60-40 دولت که پیشنهاد دهنده اون بود شکست خورد، و امروز نخست وزیر ماتئو رنزی پیش رئیس جمهور و استعفای خودش رو تقدیم ایشون کرد. این رفراندوم در اصل برای رفرم قانون اساسی بود و از بین بردن و تعدیل کردن سنا، یعنی از پارلمان دو اتاقه به یک اتاقه، و سنا قرار بود به یک پارلمان استانی که نمایندگان استانها در اون حضور دارند، و همچنین
کاهش مخارج آنچه بهش میگن مخارج سیاست از این طریق و برداشتن برخی فرمانداری ها، ولی عملا در دو سه ماه اخیر تبدیل شده بود به رفراندومی در حمایت یا علیه دولت کنونی. اولین کسانی که از ابتدا با این گفته بودن در این رفراندوم مردم رو دعوت خواهند کرد که روی برگه هاشون روی کلمه نه زب در بزنند، سه حزب بودن: حزب اتحادیه شمال که یه حزب خارجی نشین، خارجی ستیز معذرت میخوام هست، قبلا مدتی هم در دولت راستگرای آقای بلوسکونی بوده، حزب آنچه از حزب آقای بلوسکونی باقی میمونه چون نیمی از این حزب در دولت از ایشون حساب خودش رو سوا کرده، و در مرحله و حزبیه که یکی حزب اینترنتی در حقیقت به نام پنج ستاره که در آخرین انتخابات پارلمانی و انتخابات شهرداری ها شرکت کرد، موفقیت نسبی بسیاری به دست آورد، خودش رو به عنوان دومین حزب در انتخابات پارلمانی تثبیت کرد و شهرداری دو شهر بزرگ ایتالیا یعنی پایتخت صنعتی این کشور تورینو و پایتخت سیاسی این کشور روم رو به دست آورد. این حزب حزبی است کاملا ضد اروپایی، خواهان خروج ایتالیا از یورو است، دارای روابط بسیار نزدیکی با احزاب ضد اروپایی در اروپا است و همچنین با روسیه آقای پوتین. رهبر این حزب آقای بپه گریلو که همسرش هم ایرانی است، خانواده همسر ایشون با سپاه پاسداران فعالیت های اقتصادی دارند و پدر خانومشون که چندی پیش فوت کرد بارها بارها در جریان انتخابات بحث برانگیز سال 88 حمایت کرد از آقای احمدی نژاد و خود آقای بپه گریلو سال آخر ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد به ایران رفت و در بازگشت در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که ایران به هیچ وجه تحریم ها روش اثر نذاشتن، وضعیت اقتصادی بسیار خوبی داره، مردم در شرایط بسیار خوبی زندگی میکنن و همه اینها دروغ روزنامه هاست. این سه حزب از ابتدا دعوت کرده بودند از طرفدارانشون که در این رفراندوم نه بگن، ولی در مراحل آخری بخشی از حزب دموکرات که یکی از دو حزب حاضر در دولته و حزبی است که دبیر کلش نخست وزیر مستعفی است، اونها هم به دلیل اختلافات درون حزبی تصمیم گرفتن کمیته هایی برای نگفتن تشکیل بدن و عملا این رفراندوم دیگر رفراندوم قانون اساسی نبود، رفراندومی بود علیه یا علیه دولت کنونی و رفرم هایی که این دولت سعی داشت در سیستم بانکی و در بازار کار به وجود بیاره. اتفاقا قبل از این برگزاری این رفرندوم رهبران دنیا از آقای اوباما تا آقای اولاند تا خانم مرکل همه اظهار امیدواری کرده بودند که این رفراندوم پیروز بشه و دیروز هم بعد از اینکه این رفراندوم نتایجش معلوم شد 60-40 بازنده در اومد، برخی از سران اروپایی خیلی محتاطانه ولی نظر خودشون رو بیان کردند و گفتند که این مسئله واقعا به ضرر اروپاست، چون با استعفای نخست وزیر احتمالا انتخابات زودرس در این یک سالی که از زندگی پارلمان باقی مونده برگزار خواهد شد و اگر آقای رنزی نتونه آرای کافی رو حزبشون آرای کافی رو به دست بیاره، البته اگر آقای رنزی بتونه 40% که در رفراندوم بهش رأی دادند و در انتخابات پارلمانی هم به دست بیاره، با توجه به سیستم انتخاباتی ایتالیا اکثریت مطلق در پارلمان خواهد داشت، بنابراین میتونه بار دیگر قوی تر از قبل به عنوان نخست وزیر منصوب بشه سوی رئیس جمهور. ولی در هر حال این مسئله رشد نیروهای ضد اروپایی بعد از برکسیت، اتفاقا آقای ناگل فاراش که رهبر حزب یوکیپ بریتانیاست و از طرفداران و سازمان دهندگان رفراندوم سال گذشته در بریتانیا و برکسیت یا خروج بریتانیا از اروپا بود، اولین کسی بود که موفقیت احزاب غیر اروپایی رو تبریک گفت و نفر دوم خانم ماریان لوپن رهبر راستگرایان و ضد اروپایی‌های فرانسه بود. دو تبریکی که به برندگان این رفراندوم شد فعلا از جانب این دو نفر بوده. رهبر حزب شمال هم در توییتی که کرد بلافاصله بعد از اینکه نتایج انتخابات رسمیت پیدا کرد به این صورت بود: زنده باد پوتین، زنده باد فاراج، زنده باد ترامپ، زنده باد ماریان لوپن.
بدون اشاره به نتیجه انتخابات. بنابراین ما شاهد به نوعی شکل گرفتن یک جناح راستگرا و پوپولیست ضد اروپایی هستیم و این در کشوری مثل ایتالیا که اصلا ایده اتحادیه اروپا مال دو نفر آقای آدناور و یک سیاستمدار ایتالیایی که اتفاقا ساختمان پارلمان ایتالیا پارلمان اروپا در استراسبورگ به اسم ایشونه، یعنی و 60 سالگرد تشکیل اولین نطفه های اتحادیه اروپا هم در ماه مارس در شهر روم برگزار خواهد شد، چون در شهر روم بود که اتحادیه اروپا پایریزی شد، پایگذاری شد. بنابراین خروج ایتالیا به عنوان یکی از مهمترین کشورهای تأسیس کننده اتحادیه اروپا عملا نقطه پایانی بر اتحادیه اروپا است، با توجه به اینکه اتحادیه اروپایی که یکی از پایه‌گذارانش از 5 کشور اولی که تأسیسش کردن اگر نباشه، خب اتحادیه اروپا نیست. کشور دیگر از تأسیس کنندگان لوکسامبورگه که نمیتونه به خاطر وسعت جغرافیاییش و برد سیاسیش نقش آنچنانی داشته باشه، و یا کشور هلند. بنابراین از آلمان و فرانسه و ایتالیا 3 کشور اصلی اتحادیه اروپا هستند در بدو تشکیل، و اگر یکی از اونها خارج بشه واقعا پایان اتحادیه اروپا است. در رابطه با کمک به سیستم بانکی ایتالیا، سیستم بانکی ایتالیا که دچار مشکل شده، باید گفت که ایتالیا از نظر پسنداز کنندگان رتبه اول رو داره، یعنی بانکهای ایتالیا رو سهامداران بزرگ نمیگردانند، بلکه سهامداران کوچک که حقوق بازنشستگیشون اونجا گذاشتن، یعنی پسنداز مزدگیران عملا، و به این خاطر بانکهای کوچک که عمدتا بر روی این افراد تکیه دارن دچار بحران شدن. ولی در هر صورت بحران بانکهای سیستم بانکی ایتالیا اگر ریزش کنه، با توجه به حجم اون و اینکه ایتالیا در هر صورت 5 قدرت اقتصادی جهانه، با وجود تمام بحران ها کشور آلمان از قدرت اقتصادی حمایت از اونو مثل یونان نداره، شاید یه اقتصاد بزرگی مثل چین یا آمریکا بتونن حمایت کنن، این از عهده آلمان هم بر نمیاد. بنابراین نگرانی در اروپا از این بابت خیلی بیشتر از آنچه که در نمیدونم خروج بریتانیا بود از نظر اهمیت کشورهای مؤسس، چون بریتانیا جزو مؤسسینش نیست، یا کشور یونان که خب اقتصادی بسیار ضعیف داشته. امیدوارم آقای ترامپ هم اعلام کرد که اجازه نخواهد داد در دوری که رئیس جمهور میشه کالاهایی به کشورهای فرستاده بشه، قیمت به نرخ کار در اونجا کارگر کمتر از ایالات متحده آمریکاست. دو، اجازه نمیده که سرمایه‌گذاران آمریکایی کارخانه های خودشون رو بردارن به کشورهای دیگر ببرن و ناچار برای اونها مجازات های مالیاتی قراره که برقرار بکنن. اینا سخنان آقای ترامپ. در ضمن سخنی گفت که به نظرم اینم هشدار دهنده است که ما پرچم گلوبالیزیشن نداریم، یه پرچم داریم، من پرچم آمریکاست. مفهوم میشه که آمریکا هم سعی میکنه که خلاصه به شکلی از این فضای جهانگرایی اقتصادی خودش رو بیرون بکشه. از بازارچه آگهی عبور میکنیم. منزل بعد پرسشم از آقای دکتر محسن سازگارا و آقای دکتر رفعت درباره عزم جزم دولت اقلیم کردستان برای که در اون سرزمین اعلام کشور کردستان بکنه. اینا میگن که در این زمینه حتی با دولت آقای دولت کنونی عراق هم صحبت کردن، اونا مخالفتی ندارن. بعد از فتح موصل و پاکسازی موصل قراره که مرزها تعیین بشه، یعنی از جزم آیا قراره که خاورمیانه عره بشه؟ اما از آقای دکتر محسن سازگارا میخوام بپرسم که نظرشون چیه اعلام رسمی از سوی مقامات اقلیم به اصطلاح اقلیم کردستان و عراق برای تشکیل یک کشور مستقل. آقای دکتر سازگارا. بله، اگر اجازه بدید من قبل از اینکه به این پرسش شما پاسخ بدم، چون آقای رفعت توضیح خیلی مفیدی در خصوص ایتالیا دادن، یادی بکنم از یک نکته‌ای که در مبارزات مدنی به نام ایتالیایی‌ها ثبت شده. چون ایتالیایی‌ها می‌دونید خب در تاریخ واقعا گردن بشریت حق دارند، از حکومت روم باستان و قانون
شما بگیرید تا رنسانس و غیره، و همواره با ابتکارات و نوآوری های خودشون بشریت رو کمک کردن. از جمله در مبارزات مدنی یک سبک اعتصابی هست معروف به اعتصاب ایتالیایی، و اون این است که وقتی که اعتصاب کردن ممنوع، حکومت سرکوبگر، اجازه نمیده، با ابتکاری که در واقع ظاهراً شما قانونی رو لغو نکردی و چیزی رو زیر پا نگذاشتی، مبادرت به اعتراض میکنی. این به نام اعتصاب ایتالیایی معروفه، گاهی هم اعتصاب سفید میگن، مثل کاری که کارگران شرکت واحد الان کردن، بدون اینکه کسی بتونه آزارشون بده، روشن کردن چراغ و کم کردن سرعت، یا در کارخانجات مثلا کندکاری به خصوص در گلوگاه ها و اینکه محصول نهایی نتواند بیرون بیاد، یا مواردی از این قبیل، مثلا در لهستان دعوت کردن 10 دقیقه توقف کار با اینجا شروع کردن که کسی نمیتونست اون حکومت پلیسی تشخیص بده و اذیت بکنه و به تدریج افزایشش. مرادم این است که چون ایتالیا به تفصیل صحبت شد، به نظرم در مبارزات مدنی هم و مقاومت بیخشونت هم ایتالیایی ها مبتکر هستن، متدی که از قضا شاید در ایران ما خیلی کارآمد باشه الان به دلیل حکومت سرکوبگر و پلیسی. اما ببینید در خصوص اقلیم کردستان، مدت هاست آقای بارزانی مطرح میکنه که وقتشه که ما از عراق جدا بشیم، رفراندوم بگذاریم و مواردی از این قبیل. اصولا آقای میبودی، کشوری به نام عراق که الان وجود داره، در طول تاریخ شما تا 2000 سال، 3000 سال هم برید عقب، از اون موقعی که بابل و اکد و آشور و سومر و غیره در هر تیکه‌ایش بوده، تا بعدها که جزء امپراتوری ایران بوده یا جزء مقر خلافت اسلامی بوده یا بعدها تابع امپراتوری عثمانی بوده، کمتر موقعی اساساً یک کشور واحد بوده و یک هویت ملی واحدی داشته. با ما به عنوان ایران فی‌المثل فرق میکنن کشورهایی مثل ایران. ما همواره در تاریخمون یک هویت جمعی و یک ایران سرزمینی داشتیم. اتفاقا عجیبم هست، سالها قبل از، قرنها قبل از اینکه دولت ملت‌های جدید، نیشن استیت‌های جدید بعد از عهدنامه وستفالی اصلا به وجود بیاد و مفهوم ناسیونالیسم جدید متولد بشه، ایرانی‌ها هویت ایرانی داشتن و فردوسی ما چو ایران نباشد تن من مباد میگفته، و ایرانی ها به همین دلیل هم از اقوامی هستیم ما که با همه ناملایمات و پایین بالاها همواره کشوری به نام ایران بارها تیکه و پاره شده، اصلا تسخیر شده، خارجی گرفتش، ولی دوباره خودشون رو ایرانی ها پیدا کردن و مجتمع شدن. اما کشورهای مثل عراق یا سوریه یا 25 کشوری که بعد از تجزیه امپراتوری عثمانی، استعمار انگلیس و فرانسه در اون منطقه دنیا درست کردن، خیلی هاشون نتوانستند این تقسیم بندی های مصنوعی اینها رو تبدیل کنه به کشور با. در عراق 60% شیعه، 30%، 30 و چند درصد سنی، 15 تا حالا 20% کرد به زور کنار هم قرار گرفتند. یک حکام خشنی مثل صدام حسین هم حضور داشتند، ولی این هم از کردها کشتند، ولی هرگز اون احساس یک پارچگی و ملیت واحد اونطوری در عراق شکل نگرفت. بیشتر ساختار قبیله اونجا حکم، به نظرم سوریه هم همینطوره. این کشورها ساختارهای قبیلگی هنوز درشون قویه و به نظرم ممکنه دیر و زود داشته باشه، ولی سوخت و سوز نداشته باشه. و مطمئنن من میدونم این ماجرا ممکن است دلواپسی به بار بیاره برای پاره ای از ایرانی ها که نکند مثلا کردهای کردستان ما هم چون این مطلبی در ذهن داشته باشن. من تا اونجا که
کردها رو میشناسن، البته آقای رفعت شناختشون از من خیلی دقیق تره. از غذا به قول فعالین کرد ما، کردستان ایران ما هم آبادتر، هم توسعه یافته تر، هم باثبات‌تر و حالت در بین کشورهایی که چهار کشوری که اقلیت‌های کرد دارن، ترکیه، سوریه، عراق و ایران، کردهای ایران در واقع یک نوع حالت پدری، برادر بزرگی و تحصیل کردگی و توسعه یافتگی دارد. و بعد هم کردها به قول خودشون میگن از هر جای دنیا هم که رونده بشن، ایران آخرش سرزمینشونه. در ایرانه که احساس هویت سرزمینی میکنن، برای اینکه اصالتا در واقع قرابت دارن با ایران، چه نژادن، چه زبانن، چه عرض شود در سنت دیرینشون. حالا بگذاریم از کج سلیقگی ها و خشونت های وحشتناکی که حکومت های مثل جمهوری اسلامی و ظلم هایی که در حق کردهای ایرانی کرده، ولی نهایتا به نظرم کردستان عراق اگر در هویت واحدی مثل عراق نماند، فرض کنید کشور مستقلی بشه، باز هم نزدیکترین دوستش کردهای ایران خواهند بود و ارتباطاتشون، دوستیشون، کردهای ترکیه هم همینطور، کردهای سوریه هم همینطور، و مجموعاً کردها ایران مأمن و پناهگاه همیشگیشون بوده. لذا برای ما به عنوان ایرانی ها طبیعتاً تحولات کردستان عراق مهم دنبال بکنیم، ولی میخوام عرض کنم که به عنوان ایران ما سرزمینی هستیم که افتخارمون دایورسیتی و تنوع فرهنگی و نژادی و زبانی که خوشبختانه قرنها در کنار هم دیگه با هویت واحد زندگی کرد. تشکر میکنم. حالا من بعضی وقتا احساس شرم میکنم از این همه ظلم و ستمی که ستم جغرافیایی، ستم مذهبی، تمام معنا، ستم اجتماعی از هر رو نسبت به کردها اعمال شده، آدم رو بانه شهروند ایران شرمنده میکنه، واقعا شرمنده میکنه. آقای دکتر رفعت، ایجاد کشور کردستان چه تأثیراتی هست؟ چون این به معنای اصلا تغییر صورت مسئله در منطقه خاورمیانه است، چه معنایی داره برای میهن و مملکت ما؟ در ابتدا میخوام بگم که همونطور که آقای دکتر سازگارم اشاره کردن، شما اگر با تمام احزاب کرد ایرانی صحبت کنید، از رادیکال ترینش که پژاک یا حزب حیات کردستانه که به عنوان شاخه ایرانی پیکک، حزب کارگران کرد ترکیه به حساب میاد، من با دبیر کل جدیدشون چند هفته پیش مصاحبه کردم، گفت حزب ما خودش رو در جغرافیای ایران تعریف میکنه، حزب دموکرات کردستان، حزب کومله، حزب کومله انقلابی، یعنی تمام این احزاب کرد ایرانی، اونهایی که شناسنامه ای دارن، بالاخره هیچ کدام صحبت از جدایی از ایران نمی کنن. حالا خواهان سیستم های مختلف اداره حکومتی هستند، ولی خودشون در چارچوب جغرافیای ایران میبینند و حتی میگویند که میخواهند در سرنوشت جمعی تأثیر گذار باشند، نه فقط در سرنوشت منطقه‌ای که خودشون زندگی میکنن، یعنی در حکومت مرکزی ایران هم میخوان تأثیر گذار باشند و حضور داشته باشند. ولی اما اگر به سراغ کردستان عراق، اقلیم کردستان عراق برویم، داستان اونجا کمی متفاوته. آقای دکتر سازگارا توضیحاتی دادن، ولی آقای بارزانی بار اولی نیست که میگویند به بغداد گفتند که ما تصمیم داریم کشور مستقل تشکیل بدیم و حساب خودمون از عراق جدا کنیم. در این سالهای آخرشون چندین بار این مسئله رو گفتن، حتی گفتن یک رفراندوم خواهند گذاشت دو سال پیش که هرگز نگذاشتن در این رابطه، چون بالاخره با قهر قصد جدایی ندارن، از طریق قانونی میخوان جدا بشن. در ضمن اختلافات داخلی اقلیم کردستان، یعنی اختلافاتی که پارتی دموکرات یا حزب آقای بارزانی با اتحادیه میهنی آقای طالبانی یا با حزب گوران یا تغییر یا با احزاب اسلامیش داره، این تشکیل کشور واحد رو بسیار مشکل میکنه و سطح صحبت دور
به دور بیشتر از صحبت نخواهد بود. ببینید مشکل کردستان، اقلیم کردستان در زمان دولت قبلی عراق، دولت آقای نوری المالکی شروع شد، زمانی که آقای نوری المالکی اون سهمیه ای از فروش نفت که باید به اقلیم کردستان بده قطع کرد. اقلیم کردستان هم شروع به صدور نفت کرد از مناطقی که تحت خودش است. و الان هم اگر ببینید 10-15 روز قبل از آغاز حمله برای آزادسازی موصل، آقای بارزانی در رأس هیئتی از تمام احزاب کرد به بغداد رفت و اونجا هماهنگی کردن مبارزه علیه داعش رو. من فکر نمی کنم که این پیشنهاد آقای بارزانی، صحبتاش از استقلال، بیشتر برای فشار آوردن بر دولت مرکزی باشه در رابطه با دو مسئله مشخص. یکی انجام یک رفراندومی برای مناطق مورد بحث مثل کرکوک و حومه موصل که در قانون اساسی اومده که اینها جزء اقلیم کردستان نیستند، ولی باید رفراندومی برگزار بشه که مردم اونجا تصمیم بگیرن میخواهند بخشی از اقلیم کردستان باشند یا بخشی از دولت مرکزی عراق، یعنی استان دولت مرکزی عراق باقی بماند. دولت مرکزی عراق تحت فشار جمهوری اسلامی هرگز این رفراندوم رو برگزار نکرده و این در قانون اساسی به شکل شده. این یک مسئله است که مورد اختلافه و با آزادسازی موصل این مسئله خب حادتر خواهد شد. مسئله دوم، مسئله سهم اقلیم کردستان عراق که در شرایط اقتصادی بسیار سختی به سر میبره از نفت، چاهای نفت یا در مناطق کردشین در شمال عراق هستند یا در جنوب مناطق شیعه نشین، مناطق مرکزی هست ندارن. بنابراین کردها از چاهای نفتی که در مناطق خودشون هست قرار شده، در قراری که با جمهوری عراق دارن، جمهوری فدرال عراق دارن، این هست که سهمی داشته باشن برای گرداندن منطقه خودشون و این سهم چندین سال پرداخت نمیشه. این دو مسئله اگر به نوعی یک از نظر قانونی حل پیدا کنه، من فکر میکنم آقای بارزانی فعلا مسئله استقلال رو کنار خواهد گذاشت. یک مسئله آخرم در این رابطه اضافه کنم اینه که آقای بارزانی با کردهای ترکیه و سوریه داره روابط بسیار بدی است. در بسیاری موارد ما دیدیم که در این یکی دو سال اخیر آقای بارزانی حتی به نوعی از دولت آقای اردوغان در رابطه با مسائلی که مربوط به کردها میشه پشتیبانی کرده، حالا یا پشتیبانی بسیار مشخص یا پشتیبانی با از طریق عدم پشتیبانی از کردها و به هیچ وجه دارای رابطه خوبی با کردهای این دو کشور نیست. البته حساب روابطش با کردهای ایران متفاوته و در ضمن داره روابط بسیار حسنه ای هم دولت اقلیم کردستان چه با دولت ترکیه و با جمهوری اسلامی ایرانه. و با توجه به این که در این دو کشور مناطق کردنشین وسیعی وجود داره، فکر نمی کنم که بدون رضایت، جلب رضایت این دو کشور هم به سراغ جدایی از عراق بره، برای که در این صورت به نوعی دارای مرز با کشورهایی خواهد شد که به هیچ وجه باشون داره روابط حسنی نیست، یعنی جمهوری عراق، کشور سوریه که اون منطقه دست کردهای سوریه است که رابطه خوبی با آقای بارزانی ندارن، با ترکیه و ایرانی که در صورت اینکه موافق نباشن با جدایی اقلیم کردستان از عراق، اونها مرزهای کشورهایی میشه که باهاش خصومت داره و بنابراین به طور کلی ایزوله خواهد بود، منزوی خواهد بود. بنابراین فکر میکنم بیشتر آقای بارزانی برای فشار آوردن به دولت عراق برای حل اون دو مشکلی که من در ابتدا پیشنهاد کردم، گاه به گاه این پرچم استقلال رو بالا میبره، ولی تا کنون هیچ گونه اقدام، حتی اقدام اولیه که نظر سنجی یا همه پرسی در رابطه اینه که مردم اقلیم استقلال میخواهند یا نمیخواهند رم انجام نداده. باید توجه داشت که اقلیم کردستان مدت ریاست جمهوری، ریاست آقای بارزینی به پایان رسیده و به خاطر بحران سیاسی نمیتونن به نوعی زندگی پارلمانی و سیاسی اونجا فلج شده و در این چنین شرایطی اعلام استقلال اصلا غیر قابل پیش بینیه. خب آخرین پرسش در رابطه با ایالات متحده آمریکاست و ارتباط با ایران. همینم دو نهاد
به کلی تغییر احتمالا ماهیت میدن یا سیاستاشو تغییر پیدا میکنه. یکی وایس آف امریکاست، یعنی سخن پراکنی دستگاه سیاسی ایالات متحده آمریکا به زبان فارسی. یکی رادیو فردا. اینا تغییرات در این دو دستگاه محدومه با پایه اطلاعاتی که ما دریافت کردیم. این رأی‌گیری که در مجلس شد درباره تمدید تحریم ها تا سال 2026 بدون مخالفت نشون داد که یک توافقی 100% بین حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات و دستگاه قانونگذاری مملکت بر سر ایران وجود داره. اینا دوست دارن که واقعا استخوان چیه؟ استخوان کمر ایران رو بشکن، یعنی جمهوری اسلامی رو. در این زمینه هیچ کدام در واقع اختلاف نظری با هم ندارن. دشمنی و خصومت ایران با ایالات متحده آمریکا کار به جایی رسونده که اینها ناچارن عکس العمل نشون بدن. حالا چه عکس العملی کاملا مشخص علامت سواله. میخوام اینو با آقای دکتر محسن سازگارا در میان بگذارم، با توجه به اینکه چند شخصیت نظامی هم الان جز به اصطلاح کادر سیاسی و نظامی آقای ترامپ هستن، یکی جنرال ماتیس، یکی مایکل فلین، یکی هم آقای جنرال پتریاس. حالا شخصیت های غیر نظامی هم که اونا هم نظر متاسفانه خیلی ناگواری نسبت به ایران دارن و نسبت به جمهوری اسلامی که اسباب بدنامی مملکت ما رو فراهم کرد. آقای دکتر سازگارا، پیشبینی شما چیه؟ ببینید در این دوره انتقالی به اصطلاح از اعضای دور میز شورای امنیت ملی امریکا تکلیف 4 تاشون معلوم شده. الان وزیر خارجه مونده، یعنی آقای ماتیس خب وزیر دفاع معرفی شده، البته یه اشکال قانونیشون داره، هنوز تعداد سال کافی، فکر کنم 5 سال یا 6 سال بعد از بازنشستگی یک نظامی بگذره تا بتونه وزیر دفاع بشه. ایشون 2-3 سال بیشتر نیست بازنشسته شده، بعد دید کنگره چی کار خواهد کرد، تغییر قانون میده یا استثنایی قائل میشه، هرچی هست. ولی آقای ماتیس به شدت تند نسبت به جمهوری اسلامی و معتقد پشت عملیات تروریستی در منطقه بسیاریش جمهوری اسلامی قرار داره. آقای فلین، ژنرالی که رئیس اطلاعات وزارت دفاع امریکا بوده، سازمانی که در وزارت دفاع بودجه برابر CIA است، و چون وزارت دفاع امریکا بزرگترین شاید سازمان دنیاست، 611 میلیارد دلار بودجه الان در کنگره امریکا برای سال بعد کنگره وزارت دفاع در حال بررسیه، و این ایشون هم یک معاون هم که دبیر شورای امنیت ملی خواهد شد، دبیرخانه دستش که خانم مکفارلینه که منصوب شده. او هم ربطی البته به اون آقای مکفارلین نداره، شوهرش آقای مکفارلین از در واقع تجار وال استریتیه، ولی خانم مکفارلین از اون کامنتیتور و مفسر شبکه فاکس بود، ولی قبل از اون از تکنوکرات های واشنگتونیست. بسیار هم تنده. ایشون عقیدش این است که باید فشار اقتصادی رو به ایران افزایش داد و مردم ایران رو کمک کرد که به عنوان دشمن بزرگ و اصلی این رژیم که از شر این رژیم راحت بشه. بارها ایشون این رو گفته. مرادم تز این کساییست که دارن تشکیل اون شورای اصلی رو میدن که تعیین کننده سیاست خارجی امریکاست. رئیس CIA هم آقای پومپیو، سناتور، کانگرسمن، عضو مجلس نمایندگان امریکا از کانزاس معرفی شده که احتمالا هم به راحتی رأی میاره در سنا. و رئیس CIA هم ایشون هم از مخالفین سرسخت برجام بوده. مونده وزیر خارجه. کابینه. وزیر خارجه هم که امروز اعلام شد که غیر از 3 کاندیدایی که باشون صحبت شد، آقای رامنی، پترایس و سناتور کورکر،
با چند نفر دیگه هم قراره با صحبت بشه. ولی به هر حال وزیر خارجه البته در کابینه امریکا معروفه که بعد از رئیس جمهور مهمترین مهره کابینه است. طبیعتاً هم یک شخصیت جهانی میشه هر کس وزیر خارجه امریکا بشه، برای که خب با همه دنیا کار داره. ولی هر کدوم از این پیشنهاداتی که مطرح هستن اگر بشن وزیر خارجه، اونها هم نسبت به ایران سیاست‌های تندی دارن. از جمله جنرال پترایس دیروز یک مصاحبه کرده بود، گفته بود که شرارت‌های لغت در واقع تندی رو به کار برده بود، شرارت‌های جمهوری اسلامی در منطقه عامل اصلی ناآرامی در بسیاری کشورها. جالبه که این جنرال‌هایی مثل آقای ماتیس یا فلین یا پترایس که در منطقه عملیات داشتن و از نزدیک شاید بشه گفت که درگیری یا رودررویی با جمهوری اسلامی و نیروی قدس سپاه اینا داشتن، تقریبا همه‌شون همین عقیده رو دارن و معتقدن پشت سازمان‌های نه فقط مثل حزب الله لبنان یا حوثی‌های یمن، بلکه حتی پشت سازمان‌های مثل طالبان در افغانستان یا القاعده و بخش‌های در تشکیل حتی داعش هم میگن انگشت اتهامشون به سوی جمهوری اسلامی درازه. بنابراین کابینه آقای ترامپ کابینه بسیار ترسناکیه برای جمهوری اسلامی. من اخباری هم که آقای میبودی از حکومت ایران دارم این است که در محافل درونی حکومت، چه بیت رهبری چه محافل سپاهی ها ترسیدن و با دقت دارن دنبال میکنن و توصیهشون هم این است که به آرومی حرکت کنن. کما این که در ماجرای تمدید تحریم های 10 ساله هم که با این اکثریت مطلق یعنی 419 رأی موافق در مقابل تنها 1 رأی مخالف در مجلس نمایندگان و 99 رأی موافق در مقابل فقط 1 غایب که اونم ظاهرا سناتور سندرز بوده و غایب شده که یه وقت رأی موافق نده، در واقع بدون مخالف به تصویب رسیده این تمدید تحریم ها. آقای اوباما هم چاره جز امضا نداره، برای اینکه در واقع عملا دیگه وتو نمیتونه بکنه، اگر هم بکنه خب برمیگرده مجلس دیگه روی یخ میشه، حزبش رأی داده. بنابراین مجلس ایران ابتدا واکنش تندی نشون دادن، آقای خامنه ای هم هفته گذشته واکنش تند رو نشون داده بود، تهدید کرده بود ما واکنش نشون میدیم، حتی یه بار گفته بود آتیش میزنیم برجام رو، ولی مجلس در واقع یه قدم عقب نشست. در ایران 264 نماینده رأی موافق دادن به طرحی که دولت رو ملزم میکنه که در مقابل کارهای آمریکا واکنش مناسب نشون بده، چون مطرح بود یک طرح سفاریتی ببرن اصلا دولت رو ملزم کنن برجام رو متوقف بکنه. عقب نشستن مجلس از این و به جای اون جمهوری اسلامی داره سعی میکنه که چین و روسیه رو همراه کنه. معروفه که این نماینده آقای پوتین که در تهران بود، او به آقای خامنه ای و روحانی توصیه کرده که واکنش تون نشون ندن، امیدوارن اون روس ها که با روی کار اومدن آقای ترامپ بتوانند با ترامپ حل کنن مسئله ایران رو. روس ها تو این هفته ای که گذشت موفقیت دیگرشون این بود که آقای پوتین شخصا بعد از صحبت با آقای روحانی و خامنه ای به محمد بن سلمان ولیعهد دوم عربستان زنگ زد در آخرین لحظه، علیرغم همه پیشبینی ها عربستان در اجلاس اوپک کوتاه اومد و 500 هزار بشکه از تولید خودش حاضر شد کم کنه و ایران روی همون 3.9 میلیونی که تقریبا تولید فعلیش هست بمونه، چیزی کم نکنه. بنابراین روسا نقش فعالی دارن. به نظرم جمهوری اسلامی در مقابل این حرکت تندی که در امریکا داره میشه الان سیاست صبر و انتظار پیش گرفته و بیش از همه امیدش به این نیست که بلکه برادر پوتین و روسا بتونن کاری براشون انجام. تشکر میکنم. خب یه دقیقه وقت داریم، فقط یک دقیقه. آقای رفعت، الان از زمان انتخاب آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور بعدی ایالات متحده آمریکا، رسانه‌ها در ایران به ویژه رسانه ملی رادیو تلویزیون بیشتر دیگه تصویری از آتش زدن پرچم آمریکا نشون نمیده، شعارهای مرگ بر آمریکا شنیده نمیشه.
این ناشی از نگرانیه؟ من فکر میکنم در این مرحله نمیخوان بلافاصله واکنش آقای ترامپ رو بیانگیزن، چون هنوز بخشی، اون بخشی که مثلا تلویزیون رو اداره میکنه، فکر میکنه که آقای ترامپ باید بیاد سر کار، ببینن اولین اقداماتش سر ایران در مورد ایران چه خواهد بود و اون موقع واکنش نشون بدن. فکر میکنم فعلا به قول معروف فتیله رو تا حدی پایین کشیدن تا ببینن بعد ماه ژانویه چه اتفاقی میفته در آمریکا. جالبه با آقای در دوره آقای اوباما که این همه به اینها محبت داشت و لطف داشت و سعی کرده اونها نزدیک بشه، شعارهای مرگ بر آمریکا زیاد شنیده شد، آتش زدن پرچم آمریکا، ضدیت با آمریکا. ولی وقتی ترامپ آمده همه آرام شدن. تشکر میکنم از آقای دکتر محسن سازگاره عزیز و آقای دکتر احمد رفعت. تا دیدار دیگر، گفتگوی دیگر، خدا نگهدار. روستان خوش. از این لحظه برنامه در اختیار شماست. شماره تلفن هم به صفحه تلویزیون میگذارن. آقای امیر شورتی عزیز میتونید با ما تماس بگیرید. آقا تمنا میکنم کوتاه مفید و مختصر، مسائل خیلی مهمی داره در اطراف ایران میگذره، اتفاقاتی که به نظرم برای کل منطقه خاورمیانه اثرگذاره، اتفاقات در سطح جهان، یکی رشد پوپولیسم، یکی اتحادی گریزیز. بسیاری از اتحادی ها امروز در برابر علامات سوال، بسیاری از قراردادها و موافقت های تجاری ببیشه بین ایالات متحده آمریکا و کشورهای دیگر، در ایران هم فشار حکومت برای اینه که دولت دست به اقدام متقابل بزنه، مثلا کالاهای مصرفی از آمریکا نخرن. به من نشون بدید ببینم کالای مصرفی توی بازار ایران چیه. اونچه خریدهای عمده‌ای که از ایالات متحده آمریکا صورت میگیره یا از کارخانه‌هایی که به شکلی به آمریکا مرتبطن، همیشه ارتباط مستقیم داشته به فعالیت‌های زیرساختی ایران، یعنی کالاهای اساسی و مهم و ضروری. در نتیجه شوخیه، به نظر شوخی میرسه اونچه که ایران مدعی است میخواد در برابر ایالات متحده آمریکا انجام بده. از سر ناچاری و ناامیدی حرفهایی میزنن که تصور نمیکنم کمکی بکنه به بهبود مناسبات. حالا باید ببینیم، چون گفته میشه آقای ترامپ تاجره، در نتیجه سعی میکنه با تمام کشورات و مخالفان ایالات متحده آمریکا تجارت بکنه، با اونا وارد تعامل بشه، ببینیم آیا در این زمینه موفق میشه یا نمیشه. درود بر شما، بفرمایید. شما جناب آقای میبودی، از زحمات شما خیلی متشکرم. امیدوارم که پرتوان و سلامت همیشه باشین. قربان شما. آقای میبودی، خواهش میکنم راجع به این برنامه‌هایی که استکهلم و اینا انجام شده، یه ده از این وطن فروش های سال 57 هم در شرکت میکنن، اینا رو خواهش میکنم دستشون رو پلو برای مردم رو بکنین. اینا باید بدونن که مردم ایران الان اون مردمی نیستن که با تبلیغات این وطن فروش ها عکس خمینی رو تو ماه دیدن. خواهش میکنم برنامه هاتون رو در این زمینه بیشتر گسترش بدین و اسم اینا رو برای مردم افشا کنین. اینا جز این که خود فروخته کشورهای استعمارگر از جمله انگلستان هستن، چیز دیگه ای نیست. و یکی از اعتراضات اینا در گرده همایی اعتراض به حضور پرچم ایرانه و ما میدونیم که در تمام جنگ ها در کشورهای مختلف پرچم بوده که مردم و همبستگی مردم رو ایجاد کرده و اینا مخالف پرچم ایران هستن. اینا جز یک عده خودفروش وطن فروش چیز دیگه ای نیستن و اسم مردم ایران از جمله کردها و ترک زبانای ایران و عرب زبانای ایران رو میخوان بدنام کنن. خواهش میکنم تو برنامه هاتون تو دهن اینا بزنین. از وجود شما ما واقعا در برنامه های تلویزیون خیلی متشکریم. شما یک انسان فریخته و وطن پرست هستین. دارست. کرخ درود بر شما. ممنون. لطفا
درود بر شما، بفرمایید. سلام عرض می‌کنم آقای میبودی. بفرمایید، در خدمتتونی. من یک پرسش ازتون دارم در مورد ازتون یک قول بخوام که این از آقای تغییرزاده هم همین پرسش منو بکنید. بخواستم ازتون بپرسم که این روز دانشجو 16 آذر یا 18 آذر؟ یه عده میگن 16، ولی انگار درستش 18 آذره. اینو میخواستم ازتون بپرسم و در ضمن همین پرسش رو، چون خیلی سخت میشه شما رو گرفت و برای اینکه کسای دیگه هم بتونن روی تیز، میخواستم ازتون خواهش کنم اگه ممکن از آقای دکتر تغییرزاده هم یا از آقای دکتر پرام فردا بپرسین یا پس از دکتر تغییرزاده. از حضورتون خیلی متشکرم. شب خوبی براتون آرزو میکنم. روز دانشجو به نظرم بیشتر چیره دیگه؟ خیلی روز مهمی است، خیلی روز غم انگیز در تاریخ میهن ما. 16 آذر اتفاقاتی بوده مربوط به دوران محمد رضا شاه در دانشگاه که وقتی قیاس میکنیم با فجایعی که بعدا رخ داده اصلا خیلی کم رنگه، خیلی. ولی مزاله گویا در ایران در دانشگاه روز 16 آذر رو تثبیت کردن به عنوان روز دانشجو. درود بر شما، بفرمایید. آقای میبودی؟ عام بفرمایید. صبحتون بخیر. قربان شما، روز شما بخیر. خواهش می‌کنم آقای میبودی، مردم ایران نگاهی اشرافی به کرد دارن، نگاهی مملو از احترام و محبت. وقتی اینا رو نمیاد رها کنه بره به دیگران بچسبه، اگه تمام ایران هم تجزیه بشه ما کرده سرجام میمونیم تا دوباره مثل نادرشاه ایران جمع جورش کنیم. اینو میگم که خیال همه راحت بشه، یه ذره هم نگرانی باقی نمونه. فریب این طبقات این چیزا هم نخورید. این کشور خشقشتش صدها و هزاران سال طول کشیده تا جا افتاده. با دو تا شعار و با این دو تا حرف نسنجیده هیچ چیز عوض نمیشه. ممنون. تشکر میکنم. ممنون. حرفشم کاملا اساسیه، به خاطر اینکه اصلا تشکل مدنیت ایران ترکیب از تخامنشیان و ماتها، یعنی این دو تا وقتی هم ترکیب میشن تمدن ایران و امپراتوری ایران پایگذاری میشه در دوره کوروش. یعنی ریشه ها در هم تنیده شده، نمیشه اینا رو اصلا سوا کرد. چون نمیشه کردستان رو از ایران سوا بکنه، چون خود کردستان یا فرهنگ کرد یا تاریخ کرد در واقع بنیانگذار مدنیتی است که در دوره امپراتوری هخامنشی شکل واقعی خودش رو پیدا میکنه و تبدیل میشه به یکی از مدرن‌ترین و درخشان‌ترین نحوه های مدیریت یک سرزمین پهناور و بزرگ در تاریخ. نخستین امپراتوری رو این دو در واقع به هم اکباتان و انشان، اجباتان و انشان، اینا وقت ترکیب میشن همدان ایران شکل پیدا میکنه. بنابراین غیر قابل تفکیکه، مگر اثر ماهیت ایران بگذاریم و کرده اثر ماهیت خودشون. کاملا حق با شنونده عزیز ماست. درود بر شما، بفرمایید. جناب سلام مهودی صاحب عزیز. قربان شما، بفرمایید. من خدمت شما از آلمان تماس میگیرم. شما لطف بفرمایید. جناب محترم مهودی عزیز، علی در مورد کردها صحبت شد و ما در مجلس، البته از این خدا کنه که طور دیگه برداشت نشه. شما میبینید کردهای ترکیه که فکر میکنن تعداد زیاد کردها در ترکیه باشه و بعدا ایران و عراق و یک نت کوچکی از زیاد در سوریه. آره، ابامی تعداد که نمیدونم 30 میلیون میشه یا 40 میلیون کرد، اگر اینا یک کشوری داشته باشن نقص عدی در کجاست؟ به می ترتیب بلوچستان، شما ببینین یک قسمت بلوچستان مربوط پاکستان است و یک قسمتش هم مربوط ایران و یک قسمت بسیار کوچک بلوچ ها در افغانستان هم زندگی می کنند. اگر این مردم بلوچ اینا هم یک حکومتی داشته باشه، اصلا این دیگه با این مسائل که در زمان هخامنشی چطور بود و یا در فلان زمان چی بود، من فکر میکنم اوضاع و احوال شرایط جهان چی شده. اگر این به شکل مسالمت آمیز حل میشه
من فکر میکنم که بسیار نه تنها که امیک ایران و یا پاکستان و یا افغانستان نه تنها که ضعیف نمیشه بلکه قوی هم میشن. اینمی مسائل ملی را شما نادیده نگیرین. شما ببینین صاحب که در خود اروپا در انگلستان موضوع کاتولیکا و پروتستان چی و غوغایی را برپا نکرده. امی چکسلواکیا به دو کشور شد، هنوز قوی شد، هیچ کدام نقصی نمیکنه. در امی ایالت کبک کانادا رای گیری شد. شما میخواین جدایی اختیار کنین و یا چی باشن؟ من فکر میکنم که همه طور مسائل اگر حل شوه و چون شما یک انسان بسیار باوجدان و شریف و واقع بین هستین، نمیخواستم نظر شما را در همین مورد ببینم که چی شما میفرمایین. یک کدام کاری چی هم نیست، صرف به خاطر از این که نشوه. من فکر میکنم که در تحت حکومت امی آخونده اینانیش تجزیه تقریبا بگویم که ادامه پیدا کنه خواهد شد. شما از تشکر و همچنان بلوچای پاکستان هم بسیار زیر فشار هستند. تشکر میکنم. در افغانستان هم این بلوچای ما بسیار زیر فشار هستند. حضورش کس کنم، مشکل در تجزیه حل نمیشه، مشکل در دادن حقی حل میشه. فکر کنید مردم بلوچ باید حقشون داده بشه. وقتی اگر شما اونها رو از سرزمین اینا جدا بکنید، در واقع حق اونها رو نسبت به کل مالکیت که به ایران دارن پایمال کردید یا حقشون رو خوردید. اینا اگر بتونن از حقوقی که در کل ایران دارن، از مجموعه منابع، ذخایر، درآمدها و ثروتها برخوردارشون بکنید، اون چنین سرنوشتی پیدا نمی کنن. بزرگترین مشکل ظلم و ستم مضاعفی است که به اینها شده و جمهوری اسلامی متاسفانه یه سنگ تمام گذاشته. در مورد کردها هم به همین ترتیبه. کردها صاحب حقوقی در سراسر ایران هستن، سهم مشا دارن در ثروتهایی که تو این مملکت وجود داره و بخشش به اونها متعلقه. و اینا میتونن از این حق بزرگ بگذرن، حق پهناور و وسیع. مشکل در جدا شدن نیست، مشکل در احراز حقوقه. شما حقوق اینا رو بهشون بدی، امکانات لازم رو بدید، احترام لازم رو به اونها بگذارید، به سنتهاشون، به مذهبشون، به دینشون، به آیینشون، از همه مهمتر به قومیتشون. متاسفانه کاری که ما انجام دادیم چی بوده؟ سراسر نه تنها ستم اقتصادی با اونها روا داشتیم و ستم اجتماعی، غرور اونها رو زیر پا له کردیم، غرور اقوامی که در حفظ تمامیت ارضی ایران سهم اساسی داشتن. اگر اونها نبودن، معلوم نبود ایران امروز وجود داشته باشه. ببینید چه کردن با دین و آیین اونها، با مساجد اونها، با مراکز فرهنگی اونها، با زبان اونها. چه عیبی داره این زبانهایی که موجوده در ایران، حالا کردیست، ترکیست، هر چی که هست، زبان دومش تو مدارس بچه ها برن یاد بگیرن. اینا چه زبانهای ملی ماست. بنابراین دوست عزیز و ارجمندم، هموطن تاریخی نازنین، بهترین و خردمندترین راه برای اقوام ایرانی که مورد ستم بودن و بیشتر در نواحی مرزی زندگی میکنن، احراز حقوق اونهاست و رسیدگی سریع به وضع اونهاست. ایران آینده هر چه باشه با تمام مساعی خودش رو معطوف به این بکنه که جبران مافات، جبران مافات در این نواحی که متاسفانه بیشترین فشار و ظلم متوجه اونها بود. تشکر میکنم از حضور شما. سپاس. تا دیدار دیگر، گفتگوی دیگر.